به نام خدا. سلام مجدد خدمت تمام حضار گرامی که از ساعت 4 امروز با ما بودن، سه سخنرانی رو همراه ما بودن. خیر مقدم و سلام ویژه خدمت اساتید گرامی و بزرگوار. همونطور که ابتدای جلسه عرض کردم، ما امروز 4 سخنرانی قرار بود داشته باشیم و در آخر که الان هستش سخنرانی ویژه از مهمان ویژه خودمون رو داریم. من این استیج رو واگذار میکنم به در واقع رئیس گروه محترم فلسفه علم دانشگاه شریف جناب آقای دکتر ابراهیم آزادگان. ایشون برای معرفی مهمان جدید ما، مهمان ویژه ما تشریف میارن. ما در خدمت ایشون هستیم. آقای دکتر آزادگان، اگر صدای ما رو میشنوید. سلام عرض ادب آقای دکتر آزادگان، در خدمت شما هستیم. قربان، استیج رو به شما واگذار میکنم برای معرفی مهمان ویژه. متشکرم. خب عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه حضار گرامی و اساتید بزرگواری که تشریف آوردن. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. باعث افتخار هست که الان در مدرسه بین المللی خداباوری شرق و غرب که توسط دکتر حسینی عزیز و دانشجویان و همکارانمون در گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف برنامه ریزی شده، امروز در خدمت و در این ساعت در خدمت استاد بزرگوار دکتر سید حسین نصر باشیم. من ابتداً یک خلاصه ای از چند دقیقه خلاصه ای از برنامه‌ای که الان در حال اجرا هست خدمتون عرض خواهم کرد و بعد یک معرفی اجمالی از در واقع دستاوردهای چندین دهه استاد بزرگوار آقای دکتر نصر رو خواهم داشت و بعد هم سخنرانی ایشون آغاز خواهد شد. اگر بخوام در مورد تاریخ گروه فلسفه علم در دانشگاه صنعتی شریف صحبت کنم، میتونم بگم که این دقیقاً شجره طیبه‌ای هست که توسط دکتر نصر دقیقاً کاشته شده در دهه 50 در دانشگاه صنعتی شریف و ایشون خودشون با تدریس دروس مربوط به تاریخ علم و فلسفه علم و فلسفه اسلامی و دعوت از اساتید بزرگواری که تو این زمینه کار و فعالیت میکردن برای دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف در حقیقت راه رو برای ایجاد این گروه و مطالعات بیشتر در این زمینه در دانشگاه صنعتی شریف ایجاد کردن. ما در دهه 60 بارها علامه جعفری رو داشتیم که تشریف می آوردن و در مورد مباحث فلسفی و مخصوصا فلسفه علم در دانشگاه صنعتی شریف صحبت می کردن و در دهه 70 به همت دکتر مهدی گلشنی که از دوستان و در واقع تابعین دکتر نصر بودن گروه فلسفه علم تأسیس شد و الان حدود 25 سال هست که این گروه در داخل دانشگاه صنعتی شریف فعالیت میکنه و بیش از 200 تا فارغ التحصیل فوق لیسانس و بیش از 20 و چند تا فارغ التحصیل دکترا داشتیم. ما ظرف 2-3 سال گذشته تونستیم 25 تا مقاله در ژورنال‌های معتبر بین المللی چاپ کنیم و چندین کتاب توسط اساتید این گروه چاپ شده که نشون میده که اون دقیقاً شجره طیبه‌ای که توسط دکتر نصر کاشته شد و بعداً تداوم پیدا کرد الحمدلله به میوه و ثمر نشسته و داره جلو میره و پیشرفت میکنه. از یکی از دقیقاً مأموریت‌های اصلی گروه فلسفه علم مباحث مربوط به علم و دین هست و رابطه بین خداباوری و مباحثی که در علم جدید پدید میاد، حالا چالش ها یا چالش هایی که بین این دو پدید میاد یا تقارن ها و تعامل هایی که بین اینا هست، از مباحث مهمی هست که در گروه فلسفه علم در کنار مباحث دیگه‌ای که در گروه فلسفه علم به دقت روش تعامل میشه محل تعامل هست و دانشجوها تو این زمینه کار میکنن. به همت دکتر حسینی یک برنامه 10 ساله‌ای برای تعمق بیشتر روی مباحث مربوط به علم و دین و الهیات و علم در حقیقت برنامه ریزی شد که تحت عنوان مدرسه بین المللی خداباوری شرق و غرب تحت این عنوان شکل گرفته. امسال سال اولش هست و امیدواریم که طی 10 سال آینده این جلو بره. خیلی برای ما باعث خوشبختی بود که تقریبا بیش از 200 نفر از دانشجویان و علاقه‌مندان در ایران ثبت نام کردن برای این درس. ما برای 3 سال آینده هم برنامه‌ریزی کردیم و تقریبا کلاس‌ها و با اساتید مبرزی صحبت کردیم برای اینکه بتونن این مدرسه رو دقیقاً پیگیری کنن. امسال به صورت خاص ما توی این مدرسه راجع به ابن سینا و برهان‌های او در الهیات صحبت کردیم، در مورد رابطه خدا و زمان، در مورد رابطه خدا و استجابت دعا و چگونگی استجابت دعا و دقیقاً یه جور دخالت خداوند در جهان صحبت کردیم. بعضی از اساتید در مورد تکامل و مسائل مربوط به نظریه تکامل داروینی و مباحثی که در ارتباط با وجود خداوند پدید میاره صحبت کردن، در مورد تشخص خداوند یا پرسونالیتی خداوند صحبت شد و امکان اون بررسی شد، در مورد دخالت خداوند در جهان فیزیکال، در مورد ضرورت خداوند و امروز هم در این ساعت آقای دکتر نصر در مورد حکمت متعالیه و حضور خداوند در حکمت متعالیه و مفهوم اون در حکمت متعالیه صحبت خواهند کرد. در معرفی دکتر نصر اگه بخوام بگم برای همه، البته در ایران ایشون معرف حضور هستند و بسیاری هستند که در روی ایشون، روی عقاید ایشون، کتاب‌های ایشون و نظرات ایشون تز دکترا و کارشناسی ارشد نوشتن. تقریبا بیشتر نوشته‌های ایشون به فارسی ترجمه شده و بسیاری از متفکرین ما تحت تاثیر آرا و اندیشه های ایشون قرار داشتند. ایشون متولد 1312 در تهران هستند. در MIT فیزیک خوندن و ظاهرا اولین ایرانی بودن که در دوره کارشناسی در MIT تحصیل کردند. کارشناسی ارشدشون در ژئوفیزیکس بوده در دانشگاه هاروارد و PhDشون در تاریخ علم در دانشگاه هاروارد گرفتن. بلافاصله پس از اون به ایران اومدن و در دانشگاه تهران مشغول تدریس فلسفه شدن. در سال 1347 تا 51 رئیس دانشگاه ادبیات بودن در دانشگاه تهران. از سال 51 تا 54 رئیس دانشگاه صنعتی شریف یا آریامهر سابق بودن و برای ما باعث افتخار هست که ایشون بار دیگر دعوتمون رو قبول کردن و در دانشگاه خودشون صحبت خواهند کرد. ایشون در سال 53 انجمن حکمت و فلسفه ایران رو تأسیس کردند که آثار اون دقیقت کار تا حالا تداوم پیدا کرده. همتون احتمالاً مطالعه کردید کتاب‌ها و مقالاتی که در دوره طلایی فعالیت انجمن حکمت دقیقاً پدید اومد، کارهایی که از تأثیر تعامل بین علامه طباطبایی، چیتی، کوربن و دکتر نصر پدید اومد، در مورد سهروردی، در مورد ابن سینا، ملا صدرا و از همه مهمتر در مورد آشنا کردن جهان با تعالیم شیعی. ایشون در سال 59 گیفورد لکچر دادن که همطور که می‌دونید بسیار پرستیژس هست. اولین مسلمانی هستند که گیفورد لکچر رو ارائه کردن و اون دقیقا دست نوشته های ایشون تبدیل به کتاب بسیار مهم و تاثیرگذار سکردن نالج شد که چند دقیقه دیگه راجبش کمی صحبت خواهم کرد. در سال 61 در تورنتو ویگاند لکچر رو دادن در بیرمنگام، کدبری لکچر رو در سال 72 و از سال 62 تا حالا هم استاد دانشگاه جورج واشنگتن در اسلامیک استادیز هستند. کتاب های متعددی ایشون نوشتن و خیلی از کتاب های ایشون به فارسی ترجمه شده. من لیستی از کتاب ها رو اینجا آوردم در حوزه های متفاوتی، از فلسفه اسلامی، تاریخ فلسفه اسلامی و همینطور رابطه علم و دین و دقیقت رابطه علم مقدس و تعریف علم مقدس و نحوه زندگی و زیست انسان مدرن در جهان مدرن و زندگی انسان مسلمان در جهان مدرن و توصیه هایی برای زندگی حکیمانه در جهان. مجموعه آرا و افکاری هست که ایشون در کتاب های مختلفی نوشتن که لیستش رو من در اینجا آوردم، میتونید ملاحظه کنین. و کتاب های زیادی هم ادیت کردن، کتاب های زیادی درباره ایشون نوشته شده و این کتاب واقعا میتونیم بگیم که ایشون یک علامه به معنای حقیقی کلمه هستن. عارفی در غربت غربیه مجموعه هست که از سخنرانی و مصاحبه های ایشان چاپ شده. اگه بخوام یک کتاب خیلی خیلی مهم رو برای شروع آشنایی با ایشون معرفی کنم، همون دقیقاً Knowledge and Sacred هست که ترجمه شده به معرفت و معنویت توسط دکتر رحمتی. کتاب دیگه که حجم کمتری داره و ساده تر هم هست و راحت تر هم میتونید بهش وارد بشید، نیاز به علم مقدس هست که توسط دکتر میانداری ترجمه شده. یک کتاب دیگه هم که دقیقاً بلک بل چاپ کرده از 100 فیلسوف برتر زنده جهان، البته ترجمه نشده ولی کتاب موجوده و اون کتاب در مورد فلسفه دکتر نصر هست که یکی از 100 فیلسوف برتر زنده حال حاضر جهان هست و تقریبا هم زندگی نامه، هم خلاصه از افکار و اندیشه ها و هم مجموعه سوال و جواب های حتی خصوصی تر در مورد زندگیشون رو میتونید تو اون کتاب پیدا کنید. بسیار باعث افتخار هست برای ما که امروز در خدمت ایشون هستیم در این مدرسه بین المللی و در گروه فلسفه علم. این هم تصویری هست از دقیقه دپارتمان فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف که امیدوارم یه روزی حضور ایشون رو دقیقه مقدم ایشون رو در دانشگاه صنعتی شریف و در گروه فلسفه علم همراهی کنیم. امروز ایشون راجع به خدا در حکمت متعالیه صحبت خواهند کرد. با کمال افتخار صحبت ایشون رو خواهیم شنید. بسم الله شروع کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. آقای دکتر خیلی متشکر از معرفی که فرمودید. برای بنده سعادتی است که بتوانم حتی برای چند دقیقه با اساتید و دانشجویان عزیز دانشگاه شریف که وقتی بنده افتخارت از حدش داشتم نامش دانشگاه را امر بود بگذرونم و امیدوارم که همیشه این دانشگاه تلالو و درخشش خاصی در افق آموزش عالی در ایران داشته باشه، چنان که از آغاز ایجادش تقریبا تا کنون داشته است. اول پیشنهاد شده بود که بنده به انگلیسی هم رو صحبت کنم. بعد که سخن رو آماده کردم آقای عبانی که گفتن رابطه من هستم با افراد مختلف و دانشگاه شریف، ایشون گفتن نه شاغلا گفتن که ما میخوام به فارسی باشه. بنده دوباره اینو تبیگم به فارسی، ولی سخنرانی بنده راجع به حکمت متعالیه نیست. همینطور که قبلا گفته بودم راجع به اصلا خود موضوع خداباوری است به طور کلی و شقوق مختلف آن و نظریات مختلفی که درباره آن داده شده. ما این نوع اصطلاحات رو در قدیم به زبان فارسی یا عربی نداشتیم چون ضرورتی برای اون نبود، ولی مطالبی که بعداً از قرن 18 به بعد در غرب و بعد امروزه در ایران و سایر ممالک شرقی و خود غرب مطرح میشه درباره مسئله خداوند و جهان و باور داشتن و باور نداشتن و غیره، اون مطالب در تاریخ تفکر ما به نحوی دیده میشه. چون تفکر اسلامی وارث تفکر فلسفی یونان و اسکندریه که عین هم نیست، ولی یکی بگن هلنیک، یکی هلنیستیک، به هر حال تفکر کلی یونان باستان بوده و در اونجا برای اولین بار در تاریخ بشر نهلی ظهور میکند که منکر مبدأ بوده، در واقع مبتنی بر خدا ناباوری بوده. من میخوام به همه جهت بحث خودمون رو برگردونم، از آغاز شروع کنیم. افرادی که تحت تاثیر تفکرات تطور قرن 19 داروینیا و غیره هستن که بنده کاملا مطرود میدم این رو، اینها معتقدن که بشر به تدریج از چند خدایی به یک خدایی تحول پیدا کرده و از سحر به دین. خیلی کتاب راجع به موضوع نوشته شده که حالا سرتون در نمیارم. اونایی که کارشون تاریخ ادیانه با این آثار آشنا هستن، در حالی که ما مسلمان ها معتقدیم درست برعکس، معتقدیم که اصولا توحید با خلقت انسان آغاز میشه، یعنی توحید لا اله الا الله همیشه بوده، چون ما ابوالبشر حضرت آدم را اولین پیغمبر میدونیم. این نکته فوق العاده از لحاظ مسئله خداباوری و دین و فلسفه دین در امروز مهمه. اسلام برعکس اون چه که امروز در غرب متداوله و خیلی به علت اهمیتون در غرب تا تاثیر اون قرار گرفتن، حتی ایده از پاکستانی ها و ایرانی ها و عرب ها و اینا مسلمان ها، برعکس اون دید سنتی ما مسلمان ها که از آغاز اسلام همش اعتقاد داشتیم این است که رحمت الهی اون چنان است که نمیشد موجودی به نام آدم رو خلق کنه و اون رو راهنما نباشه، به اون راهنمایی نده. از لحاظ فلسفه دین امکان پذیر نبود و به همینجا خداوند حتی بعد از حبوط آدم که برخلاف تعدی کرده بود و خطاکاری کرده بود در بهشت و سقوطش، اون رو به عنوان پیغمبر انتخاب میکنه و پیغمبر کسی است که معتقد به توحیده. فروعش رو من عرض نمی کنم. لا اله الا الله محمد رسول الله مختص به اسلامه، ولی لا اله الا الله در ادیان دیگه هم هست. در آیین هندو یه دونه آتما بیشتر نیست، یه دونه براهمن بیشتر نیست. در آیین دعوی یه دونه دعو سپریم دعوی اصل بیشتر نیست، دوتا نیست و قصه لحاظه. اینه که من بخوام زمینه رو اول صاف و پاک کنم از این نوع پیشفکری درباره دین به عنوان چیزی کم کم تحول و تطور میابه. نه، چیزی که اتفاق میفته این است که احکام مختلف صادر میشه طبق احتیاجی که خداوند میبینه با علم بی‌نهایتی که داره برای جامعه خاصی. و این درسته احکام بیشتر میاد به خاطر که احتیاج بیشتر هست و این روند با پیغمبر اسلام تکمیل میشه. در کتاب معروف گلشن راز شبستری میفرماید نبوت را ظهور از عالم آمد، کمالش در ظهور خاتم آمد. یعنی از این 4 پیغمبر ما اعتقاد داریم از اول تاریخ بشر بودن تا ما میرسیم به خاتم الانبیا علیه السلام و صلات پیغمبرمون. و این اصل در عرفان و تصوف و فلسفه معنوی ما در واقع اشاره میکنه به یک حقیقتی که در واقع تجلی میکنه در تمام این انبیا. و دوباره از همین گلشن راز خدمتتون نقل میکنم شبستر میگه چون که 100 آمد 90 هم پیش ماست. اسم احمد اسم کل انبیاست. بنابراین سعی نظر تفکر اسلامی از لحاظ خداباوری چی بوده؟ اسم احمد اسم کل انبیاست. یعنی در واقع همینطور که ما مسلمان ها معتقدیم به لا اله الا الله، اسم احمد در واقع اسم درونی پیغمبر اسلامه ثبت الله علیه. این اسم در واقع حقیقت درونی همه انبیاءه. اصلا نبوت چون خداوند به علت خداوندیش خلق نمیکرد انسانو بدون ارشاد و راهنمایی، نبوت از اول بوده. با توجه به این اصله که به نظر بنده باید به خداباوری توجه کرد. حالا یه شمه تاریخی از این امر رو مرور بکنیم. ما اولا یک سلسله ادیان اولیه داریم که هنوز هستند، مثل دین مردمان اصلی استرالیا، بعضی قبایل افریقا، در لپلند، در شمال اسکاندیناوی، جاهای دیگه در دنیا، در سیبری. اینا یه گروه‌هایی هستند که اینها ادیان اولیه تاریخ بشر رو تا حدی که ما میدونیم دنبال میکنن و خیلی ها میگن اینا مثلا درخت میپرستن، آسمان رو میپرستن، زمین میپرستن، بت پرستن. اینا تمام افکار بسیار سطحی است. حتی دانشمندان بزرگ ادیان رسمی مثل مرشا الیاده، دانشمند بزرگ رومانی که استاد دانشگاه شیکاگو بود، نشون داده که این به اون معنی نیست. اینها نماد قوای مختلف خداوندی رو در طبیعت یا در اشیاء اینا میدیدن، ولی همه اینها اعتقاد دارن به یک حقیقت متعالی، چیزی که سرخپوست‌های امریکاش میگن واکان تانکا و واکان، یعنی در واقع همون آتمان سانسکریته، همون ضمیر الهی سانسکریته در واقع به معنیش، چون آتمان ارتباط داره به کلمه روح، روان. حالا من وارد اشتقاقات لغوی نمیخوام بشم چون خیلی این موضوع خود قابل توجه و موضوع سخنرانی علاهده است. به هر حال اینها رو خیلی رو در تاریخ ادیان که امروز بحث میشه یا فلسفه ادیان اینا بهشون میگن شمان، که ما به زبان فارسی داریم شمن که از قدیم در زبان فارسی بوده، خیلی کم مصرف شده، ولی دوباره این کلمه بین بعضی در ایران برگشته. حالا با الف هم می‌نویسم، اون بعد شین هم میمونون نوشتن شمن، همون شمانه، شمان که هستن هنوز هم در مکزیک، همینجا نزدیک اینجا من در زندگی میکنم امریکا، جنوبش شمانهای سرخپوستی هستن، همچنین مکزیکو، آریزونا و ایالت‌های جنوبی امریکا که سرخپوست‌های اصیل هنوز وجود دارن، هنوز هستن و اینا قدرت‌های عجیب غریب دارن، کار عجیب غریب میکنن که حالا من واردش نمیشه. ولی اینا نشانه اینه که از آغاز انسان معتقد به تعالی بوده، به حقیقتی ورای عالم ماده، به لسان فارسی خداباور بوده. یه دانشمند خیلی بزرگ فرانسوی، با وجود که مردم شناسا معمولا سعی میکنن که تقلیل بدن عقاید دینی رو به عادتهای اجتماعی و غیره، به نام ژان سرویه یک کتابی داره به نام انسان و عالم غیب، لوم لنویزیبل به فرانسه، به عالم غیب، و نشون میده که از هرچی شما برگردید تاریخ به قدیم، قبایل قدیم اینا اعتقاد به عالم غیب بین همشون بوده و تعدد قوای معنوی یا الهی بوده، ولی تعدد مبدأ ما هیچ وقت نمیبینیم. حالا میگم با ثانویه در آیین زردشتی و مثلا زروانی در دوره ساسانی و اینا، اون حالا یه بحث دیگر فلسفی است که من واردش نمیشم چون در واقع مرتبط به جنبه اخلاقی نزاع بین نیکی و بدی است، نه جنبه وجودی، و اگر باشه اون یه استثناء است. بله میگم خیلی در این مورد، ولی اصولا خود زرتشتیان معتقدند که اوستا مبتنی بر ثانویت نیست، مبتنی بر توحیده. خودشون رو یک اولین دین توحیدی میدونن، میگن قبل از ادیان ابراهیمی آیین زرتشتی دین توحیدی بوده. حالا من وارد اون بحث نمیشم، ولی اولین گروهی که ما داریم در دنیا هستن. بعد از اون ادیان بزرگ هستن که اومدن و رفتن. حالا میشه راجعون صحبت کرد. دین قدیم مزوپوتامی، مصر که اصلا حیرت آور بوده از لحاظ نمادهای هم هنری و هم فلسفی و نمیشه واردش شد، ولی هر جا نگاه میکردید حضور الوهیت بوده، هر جا. مثل اینکه ما در ایران یا ما مسلمانان تفاقه دارن، حاضر مسلمان ها هر کتابی که اون وقت هم میبشیم در ریاضیات هم بود، ریاضیات جبر خیام هم شروع شد با بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا الان شما در فرانسه و امریکای کتاب ریاضیات چاپ کنه با اسم خدا شروع نمیکنه. اینجور بوده. همه چی در واقع توأم بوده با توجه به الوهیت. خون تمدن‌های بزرگی که از بین رفته، ولی از اون دوران یک ادیانی و تمدن‌های باقی مونده که من باید بهش اشاره کنم. و میخوام اول اصلا بپردازم به عالم هند. آیین هندو که از غنی‌ترین ادیان دنیا از لحاظ تفکر فلسفی درباره خداونده و یک خدا هم محوری و هم خدا باوری شدیدی در هند هست. انواع اقسام تعبیرها، البته اون من نمیگم آدم میکنه تعبیر غلط بکنه از حقیقت درست، ممکنه به دور تا چهار تا ولی جمعونه به کار ببره برای کار غلط، اون حرف دیگریست. ولی اصولا یک عقیده خیلی قوی که وجود داشت و داره حتی در هند برمیگرده به قدیمی ترین مرحله وحی که ما میشناسیم در دنیا، که به قول خودشون ریشی های هند بودن که هزارها سال پیش بودن و اینا. حالا ما وارد بحث تاریخش نمیشیم. آیین هندو مبتنی بر خدا باوری است که توجه داره بیشتر، نه تنها، ولی بیشتر به جنبه درونی خداوند. یعنی خداوند از لحاظ ما انسان ها هم کاملا متعالی است از ما، هم در درون ماست. قلب المؤمن عرش الرحمن، حدیث نبوی است. حدیث نبوی چیزی نمیتونم کارم رو کنم. هم خداوند کاملا برتر از قیاس گمان و قیاس وهم و اینا، هم که سعدی میگه، هم در درون ماست، در مرکز وجود ما. و در هندوستان البته مکتب‌های مختلف از حیرت آور تعبیرهای مختلفی که از خداوند شده و میشه. تمدن هند یکی از غنی‌ترین تمدن‌های جهان از لحاظ تفکر دینی ساخته. حالا اون را به کنار، ولی اون مکتب ادویت ودانتا که مکتب اصلی در واقع عرفانی هنده، مبتنی اصولاً بر نه تنها اصالت بلکه حقیقت مطلق و واحد ضمیر الهی است. و خداباوری در قلب همه چیز قرار داره. آیین بودایی که اونم از هند برمیخیزه، به نظر میاد که انکار خدایان میکنه، تا یه سطحی بله بودان کار میکنه، ولی انکار به اون معنی نیست که انکار حقیقت رو بکنه، انکار ثیوس رو بکنه. من مخصوصا کلمه لاتین رو بکار بردم، یونانی رو. ثیوس که کلمه تیزم به انگلیسی یعنی خدا باوری از اون میاد. بودا صحبت نمیکنه راجع به مبدأ، فقط طریق رسیدن به نروانا یعنی همین رسیدن به مبدأ رو روش بحث میکنه. این به اون معنی نیست که به همین جهت منکر خداباوری بوده. این تعبیری که امروزه در غرب میشه و بعضی از ایرانی‌ها و مسلمان‌های دیگه میخوان از دین اسلام گریز کنن، میگن ما بودایی شده، ما بساطنا. من چند تاشون دیدم، خیلی افکارشون فوق‌العاده سطحی و بچگانه است، ولی خب هست. این کششی که یه نوع تعبیر غلط از آیین بودایی امروزه در غرب داره برای بعضیا که هم میخوان یه معنویات داشته باشن، هم میخوان از خدا فرار کنن، این یه مبتنی به یه تعبیر غلطی است از مبدأ در آیین بودایی. و وقتی آدم به ذره بیشتر وارد بشه و توجه کنه به مخصوصا مکتب ماهایانا و واجرایانا، یعنی مکتب تبت و چین و کره و ژاپن و اینا، آدم میبینه که اصولا تمام متافیزیکی که ما داریم در واقع اونجا هم هست، اونجا هم هست، منتها به صورت دیگری. بعدم در هند ادیان بودند که اینها علاوه بر ادیان بودایی صحبت از مبدأ به عنوان یک حقیقت مثبت نمی کردن، بلکه صحبت از مبدأ به عنوان یک خلأ می کردن، مثل جاین، مثل مکتب جاین. خلأ یعنی وراء هستی. خلأ دو معنی داره، یکی دون هستی است، یکی وراء هستی است. مثلا در اسلام خود ما اگر ما هستیم، خداوند وراء هستی است، یعنی در واقع یه نوع نیستی وراء هستی است که در فلسفه اسماعیلیه و بعض مکتب‌های عرفانی ما آمده. اگر خداوند وجود هستی است، پس ما نیستیم، اگر چون که هستی ما قابل مواجهه هست خداوند است. مبتنی بر این نکات خیلی دقیق فلسفی و عرفانی، مکتب‌های یعنی ادیان هم پیدا شده در هند، مثلا دین جاین که ظاهراً به نظر به دون خدا میان، ولی اینطور نیست. به همچه چرا اینقدر متدینن، چرا اینقدر عبادت میکنن، چرا اینقدر کارهای خوب میکنن، اگر نه بهشتی هست، نه دوزخی هست، نه حیات بعدی هست، نه حقیقت دیگری هست، چرا این کارا میکنن؟ اینطور نیست. اونا به این چیزا اعتقاد دارن به صورت خودشون. از هند که میریم به چین، با یه وضع مشابه روبرو هستیم، منتها یه عالم دیگری. در چین دو دین بزرگ برخاست، از در واقع رشد کرد از اون دین اولیه چینی که شبیه به همون شامانیزم سیبری و آسیا مرکزی بود که در کتاب ایچینگ که به فارسی هم ترجمه شده کتاب تغییر ملحوظ شده. و این دو مکتب یا دو مذهب یا دو دین در چین که در واقع در یه موقع قرن پنجم تا چهارم قبل از میلاد ظهور میکنن، یکی مکتب کنفوسیوسه، یکی مکتب لاتسه، یعنی مکتب داویی. مکتب کنفوسیوس صحبت از همیشه زمین و آسمان میکنه، هیون، و هیون اونجا به معنی در واقع عالم الوهیته، و از اونجاست که قوانین جامعه صادر میشه. آیین کنفوسیوس واقعا یه فلسفه معنی امروزی نیست که به کمونیست چی میگه الان یا غربیان میگن، اصلا با این عبادت درش نمی بود. این همه معابد کنفوسیوسی در بیجینگ پکن برای چه؟ درس فلسفه در دانشگاه هاروارد که نیست برن سر کلاس اونجا درس فلسفه بخونم، توش عبادت هست، یه دینیه. ولی در آیین چین عمیق‌ترین بحث درباره خداباوری در آیین دعایی اومده، در داو ده چینگ که کتاب اصلی دعوی کتاب آسمانی آیین دعایی است و به زبان فارسی هم ترجمه شده. اخیراً بنده خودم اینو ترجمه کردم، مبتنی بر کار با ایزوتسو، دانشمند معروف ژاپنی، 4 سال پیش در ایران کردیم، 50 سال پیش دوباره و به فارسی است. باید شهر عرفانی خودم براش نوشتم، چند روز دیگه در تهران شروع در میاد، فکر میکنم شما ها زودتر از من بهش دسترسی پیدا بکنید. برای من چند سال با این کتاب صرف کردم. این کتاب در واقع خیلی خیلی شبیه به متون اسلامی است. بعضی از ابیاتش مانند آیات قرآنه، همون حرفا رو میزنه. و توجهش به طبیعت، هیچ کتاب آسمانی نیست مانند قرآن که انقدر راجع به طبیعت صحبت کنه. تنها کتابی شبیه همین کتاب داو دژینگه و مبتنی بر چیه؟ صحبت از خدا نمیکنه، جنبه شخصی و من و تویی با خدا نداره، ولی یک حقیقت مطلق متعالی دعا هست که هم در واقع مبدأ، هم راه به سوی مبدأ، هم مراحل راه به سوی مبدأ و هم اصل همه چیز. هر چیز دعای خودشو داره. حالا من نمیخوام وارد بحث فلسفه دعایی بشم، ولی اهمیت این امر اینه که این مملکت به این بزرگی که متهم میشه بیبلون مثلا خداشناس نیستن، این عدم درک این کلمه خدا باوری است. وگرنه این همه معابد چیه؟ حتی از زیر کمونیستا چند سال پیش بیجینگ بدم، رفتیم معبد معروف داوی پر آدم بود و توریست نبودن، چینی‌ها بودن، چون عبادت میکردن. آدم میفهمه، آدم میفهم. یه توریست امریکایی بیاد مسجد شاه یا یه چون مسجد جامع اصفهان یا یه آدم مؤمن و معتقد، خیلی معلوم از وجناتش، از نحوه برداشتش، از نحوه دیدن اطرافش و غیره. این است که ما در اون قسمت شرقی آسیا هم همچنین مانند جنوب آسیا ادیان بزرگی داشتیم که همه مبتنی بر خداباوری بودن. و اما وقتی میایم به خانواده خودمون، یعنی ادیان ابراهیمی، این ادیانی است که از اول تکیه میکنه روی محور اصلی هستی که خداست. یعنی این ادیان همه خدا محوری هم هست، یعنی محور اصلی همه چیز خداونده. و هم آیین یهودی، هم آیین مسیحی، هم آیین اسلام به نحوی از آنها به میپردازند و آیین اسلام بیش از همه در واقع دینی است که مثل اینکه بالاخره خداوند حقیقت کامل خودش رو افشا میکنه، تجلی میکنه. هیچ دینی نیست که 99 اسم الهی داشته باشه به این صورت. اسماء مختلف هست. اگر خدایان هند رو اسماء الهی بدونن، بله، ولی اسمایی که جنبه فکری، فلسفی، انتزاعی داره، ما میگیم الجمیل، الرحمن، الرحیم و اسمای دیگر خداوند. چند اسم خداوند در تورات هست، چند اسم در انجیل هست، کتاب‌های دیگر هست، ولی از همه بیشتر در قرآن و حدیث ماست. خداوند 99 اسم داره، 99 در به سوی خودش باز کرده و این در واقع انتهای سعه رحمت الهی است با آخرین وحی که برای بشر آورده و مسلمان ها یک گنجینه بسیار مهمی برای شناخت خداوند از این راه دارند. بیهوده نیست. بسیار متفکران بزرگ اسلامی، هم سنی هم شیعه، راجب اسماء الهی نوشتند و بعضی از زیباترین کتاب های تصوف کتاب های مربوط به اسماء الهی است. به هر حال این رو باید همیشه به خاطر داشت که خدا باوری در احتیاج داره به نحوه های مختلف بیان حقیقت خدا که افراد مختلف با ساختارهای مختلف فکری رو بتونه به خودش جلب کنه. و اگر نداشته باشه یه عده‌ای بیرون میمونن. نمیتونه دینی برای تمام یک مجموعه یک بزرگی باشه. یعنی این باید به خاطر داشت. حالا من خیلی زیاد صحبت کردم، ولی میخوام با این نکته دو نکته تمام کنم. یکی این که آنچه در غرب رخ داد که رسید به عصر فعلی ما که تاریخ بشر سابقه نداره. عصر الحاد 40% مردم فرانسه اصلا اعتقاد به خدا ندارن، اعتقاد به مبدأ ندارن. 20% هم لاادریان، اگنوستیکن، یعنی نمیگن به طور جزمی که خدایی نیست، میگن ما نمیدونیم. مملکتی که یه وقتی عروس کلیسای کاتولیک بود در قرون وسطی، به فرانسه میگفتن عروس کلیسا. ببینیم وضع چجوره. تازه در امریکا که خیلی مدرن‌تر از اروپا بود، نهضت انکار خداوند یعنی خدا ناباوری زیادتر شده در چند سال گذشته، در شکی نیست. در این حال که روند فکری دیگری هم در تمام دنیا در حال سرایانه و اون دوباره بازیابی خداباوری است. یعنی اینطور نیست که همه دنیا داره بیدین میشه، نه خیر، یه دهی دارن بیدین تر میشه، یه دهی دارن مدنیان تر میشه و خیلی از در واقع اساطیر فکری و که به طور کاذب در واقع معبود افراد شده بودند، اینا همه نشون دادن که به درد زندگی بشر نمیخورن و اون خدایان کاذب قرن 19 و 20 از بین رفته و بنابراین خیلی ها به دنبال کشف حقیقت از نو هستند و در اینجاست که شاید بگم بالاترین بیان خداباوری یک سهم بزرگی داره و اون چیزیست که ما در تمدن خودمون بهش میگیم وحدت وجود. همه اوست، فلسفه همه اوست که همه اوست بیشتر در بین صوفیه هند و پاکستان به کار برده میشه، در خود ایران، ولی به هر حال ما بلدیم به زبان فارسی است. خیلی علاقه هست به این موضوع بوده از آغاز قرن 20 وقتی بعضی متون رو نیکلسون به براون دیگران ترجمه می‌کردند از زبان‌های عربی و فارسی به انگلیسی، بعداً به فرانسه و آلمانی و یکی از دانشمندان بزرگ آلمانی حتی یک کتابی داره که راجع به عزالدین نصفی فریتز مایر که اساساً از مونیزم عزالدین نصفی. من میخوام این نکات رو برای مخصوصا دانشجویان عزیز، استادان که الان میدونم، ولی کاملا روشن کنم. یه اصطلاحاتی که باید کاملا روشن کرد. اولا کلمه تئیسم فرانسه که از یونانی تئوس میاد، یعنی خدا. یعنی تئیسم از ریشه یعنی پذیرفتن تئوس، پذیرفتن خدا، ولی این به صورت خاصی در آمد، یعنی کسی که معتقد به خدای شخصی چنانکه در مسیحیت بیان شده، خدا به طور کلی به اون معنی. و به همین جهت هم خیلی اوقات تئیسم رو مشخص دونستن از دیزم که اونم از کلمه دیوس به لاتین میاد، ولی معنیش کاملا متفاوته. وقتی که علوم جدید از قرن 17 بر از گالیله و نیوتن اومد به اروپا و یک تصویر مکانیکی از جهان ساخت، یه عده گفتن که خداوند در واقع در امور جهان نمیتونه دخالت بکنه. خداوند به قول تصویری که چشتن مثل ساعت سازه، کلاک میکر. اصلا تصویر ساعت ساز خیلی معروف شد که ساعت به قوانین خودش کار میکنه. سازنده ساعت نمیتونه یعنی داشته باشه به نحوهی که ساعت کار میکنه. یا خداوند یا بله دنیا رو خلق کرد، ولی دیگه دست دو دنیا کار دنیا نداره. به میگن دیزم. هر دو کلمه دیوس و تئوس در واقع ریشش یکی از زبان‌های اروپایی، ولی این دو معنی مختلف رو پیدا کرده. و فلاسفه ما و متکلمین ما در قرون اولیه اسلام این موضوع رو تا حدی میدونستن و وقتی انتقاد میکردن از دیدهای مکتبهای لاادری یونان، من از راجع یونان صحبت نکردم چون وقت نبود، ولی در یونان از یه طرف ما مکتبهای فیثاغوری، افلاطونی، ارسطویی، هرمسی، رواقی رو داشتیم که جنبه فلسفی و توحیدی داشت و از این طرف مکتب‌های لاادری و یا منکر و اصل واحد حقیقت که براتون گفتم، مثل مکتب سوفسطاییان، زموقراتیس، ابیگوریان و غیره دیگه، سرتون درد نمی‌برن با این اسمای مشکل یونانی که وارد زبان فارسی شده. این مکتب‌ها در غرب به صورت دیگری بعد از آمدن علوم جدید در واقع تجلی کرد و یک دید مکانیکی از دنیا در غرب متداول شد، ولی همه اونهایی که این دید رو آوردند بیدین نبودن. یعنی ما هنوز به خدا اعتقاد داشتن، مخصوصا نیوتن و کپلر که هر دو جنبه عرفانی هم داشتن و به همین جهت یه دیدی به عنوان دیزم ایجاد شد که بله اعتقاد به خداوند هست، ولی این عالمی که خداوند خلق کرده مثل ماشین بزرگی است که مخترع کشف کرده، درست کرده، ساخته، ولی وقتی ساخته دیگه ماشین به قوانین خودش کار میکنه، مخترع نمیتونه تحول ایجاد کنه در روند چرخیدن چرخ‌ها و غیره. حالا این دو اصل رو بدونیم، خیلی خیلی مهمه و اینا منجر شد به بحث درباره انکار تئوس که رسید به ایتیزم، یعنی بیدینی، الحاد. ما این کلمه رو به معنی تحت لفظیش به فارسی و عربی نداشتیم، ولی الحاد همون در واقع انکار مبدأ و یه نوع ایتیزم. من هم ترجمه میکنم اتئیزم فرانسه رو به الحاد، حالا دیگران ممکنه جور دیگه ترجمه کنن، برای اونها رو مسئله فرعی است. ولی در این حال که این فرق‌های مختلف شاخص شده و مردم مختلف بهش صحبت کردن و یه عده زیادی مخالف اصلا تئیسم و مونوتئیسم اینا که اصلا که مال ادیان ابراهیمی است و مثلا اصلا پولیتیزم، یعنی چند خدایی رو تعبیر کنن که اونم هست تا پس به هم جد یک خدایی، تک خدایی مطلق نیست. تمام این حرفا به کنار، یه روند دیگری که میخوام با این خط کنم چون یه وقت من تمام بره میشه، این هست که در این وسط این هیس و بیس یک علاقه جدیدی ایجاد شده به اون مکتب عرفانی که ما در اسلام داریم که خیلی قوی است، مثلا در ایران چون با ادبیات ما آمیخته است و عمیق‌ترین ادبیات زبان فارسی در واقع تجلی حقایق عرفانی است و اون چیزی است که به جای تئیسم غربی‌ها بهش میگن پانتئیسم، یعنی همه خدایی، که خیلی خیلی به صورت اشتباه تعبیر شده توسط بعضی از غربی ها که مثلا وحدت وجود ابن عربی یا مولوی صدرا رو گفتن که اینا پانتئیسم است. اصلا اینجور نیست، اصلا اینجور نیست. حیف من وقت ندارم که این مسئله خیلی ظریف عرفانی است براتون توضیح بدم، ولی می شود گفت که برای عارف عالم پر است از حضور خداوند، ولی خداوند این عالم نیست. هم خداوند همه جا هست، بله، هستی بدون هستی حق امکان پذیر نیست، و هم خود هستی حق متعالی است از تمام تجلیات هستی. این مطالب البته موشکافی میخواد، ما که در ایران با افراد مثل علامه طباطبایی یا آقای اسرار درس عرفان میخوندیم، مثلا 3 ماه 4 ماه فقط رو یه جمله شبیه‌اش که خدمتتون گفتم وقت سر میشد، یعنی که با یه سخنرانی نمیشه بهش رسید. ولی میخواستم خدمتتون عرض کنم که اصولا این توجه به خداباوری در بالاترین سطح نه تنها باور کردنه، بلکه دانستن این حقیقته که در خداوند نه تنها منشأ همه چیزه، و انتهای همه چیزه و همه حقیقته. و وقتی کسی مثل حاطب اصفهانی که یکی هست و هیچ نیست جز او وحده لا اله الا هو خیلی عریان بیان میکنه که یکی هست اصلا غیر از خود هیچی نیست، هیچی نیست. اون چی که ما هستیم مینامیم نمادی بیش نیست از اون یک حقیقت که فقط هست فی ذاته فی کنه. حالا این در واقع از به یه معنی بالاترین معنی خداباوری است. جوامع طبیعی که در هزارها سال روی کره زمین زندگی کردن، همه افرادشون ابن عربی و شانکارا و ملا صدرا نبودن، ولی همیشه بینشون افرادی بودند که بصیرت اینها یا مولاناها یا شبستریها یا حافظها را داشتند و این برای توازن جامعه لازم بود. یکی از تراژدی های بزرگ عصر ما این است که این بصیرت نه که به کلی از بین رفته، ولی تقریبا در خشوف و کشوف پشت ابرها پنهانه و دسترسی بهش خیلی مشکل و لذا خیلی ها برای ادامه خداباوری فقط تکیه میکنن به ایمان، ولی علمی ندارن که بتون از اون ایمان دفاع بکنه. اون علم الهی که همیشه تکیهگاه ایمان بود، ایمان و علم همیشه با هم توأم بود. من خوشحالم که دانشگاهی مثل دانشگاه شریف که از مراکز بزرگ علمی ایرانه علاقمند به این مطالب شده به طور جدی، به دنبال اون کارهایی که خیلی سال ده ها سال پیش به کمک دکتر گلشنی خدا ایشون عمر بده شنیدم اخیراً بازنشسته شدن و دیگران انجام دادن، این رو دنبال میکنه. من خیلی خوشحالم به آتو حسینی که دوستان من هستن و انشون خیلی دوست دارم و دانشمند خیلی با استعدادی هستن، این روند رو ادامه میدن. هیچی برای جامعه فعلی ایران مهمتر از این نیست که در عین شناخت علوم غربی، نه از دید خود غربی ها، از دید خودمون، اصولاً اصالت و مرکزیت توجه به علوم الهی، به مبدأ و خداباوری تأکید بشه و در مرکز توجه همگان قرار بگیره. من دیگه عرضی ندارم، همه رو به خداوند میسپارم. بسیار عالی، خیلی متشکرم از صحبت‌های خوبتون و مفیدتون. اگر اجازه بدین چند تا سوال هم اگر دوستان داشتن بپرسیم تا مثلا خب ما تو دانشگاه صنعتی شریف دقیقاً دنبال علم مدرن هستیم و آیا این تلاش ما برای رسیدن به علم مدرن و رسیدن به لبه های اون، آیا این به نظرتون میشه یه جوری جمعش کرد با اون دقیقاً حکمت خالده‌ای که شما مد نظرتون هست؟ چجوری میتونیم این دوتا رو، یعنی چجوری میتونیم در این جهان زندگی حکیمانه داشته باشیم تو امان؟ بله، البته دانشگاه را مرد اون وقت درست شد برای تدریس علوم و کاربرد علوم در رشته‌های مختلف مهندسی در ایران و البته ما باید علم جدید رو بشناسیم، ولی نکته مهم اینه که وقت شما چیزی رو میشناسین یه وجودی دارین که میشناسه که عالمه و یه شیئی دارین که معلومه. گرفتاره ما مردم در مشرق زمین تا کنون و بعد از قرن 19 هم به بعد تا حالا که علوم جدید از اروپا اومد به آسیا این است که ما به عنوان یک عامل داننده یا شناسنده عمل نمی کنیم. مایی وجود نداره، ما خودمون غرق شدیم در اون موضوع که میخوایم بدانیم، یعنی اصالت فکری برای خودمون قائل نیستیم. هرچه غربی ها بگن همونه، حالا علوم غربی مطلق نیست، ارتباط داره به تمدن غرب، به جهانبینی غربی. این هم حالا خیلی از فلاسفه مهم علوم در غرب خودشون متوجه موضوع شدن، خودشون متوجه شدن. مثل نیست که دو تا خربوزه یه چارک در هر جا باشه، یه چارک در اون ساعت. بله، ولی علم به طور کلی ارتباط داره به جهانبینی که علم در اون پرورانده میشه. شما تا میگین ام در مکانیک نیوتونی یه فرضیه کردن راجع به عالم خلقت و این دیگه حالا افرادی که با فلسفه ماشان این رو فهمیدن. ما کاری که باید بکنیم آقای دکتر به نظر من و امیدوارم دانشگاه شریف مراکز این کار باشه، این هستی بکوشیم نه فقط یه MIT درجه دوم یا درجه اول بشیم، نه، بلکه یک MIT ایرانی بشیم که ریشه‌اش در فرهنگ ایرانه، چنان که MIT که بنده خدا فارغ‌التحصیل هستم ریشه‌اش در فرهنگ مغرب زمینه. و اون وقت دانشجوها که در MIT تدریس میکنن بشناسیم و به صورت نقادانه به اون بپردازیم، نه به صورت کورکورانه. الان من کارم فیزیک بود، الان هر روزم مطالعه میکنم. الان نحله‌های بسیار متفاوت هست برای تعبیر کوانتوم مکانیکس، مکانیک کوانتوم، و همه گیج هستن که این بله معادلات ریاضیش درست در میاد ولی معنیش چیه؟ هیچ کس نمیدونه. و همینجوری این استرینگ تئوری این چیزا رو در آوردن که هیچ کدوم اصلا معنی نداره. دنیاهای دیگر که مثلا اطلاع نداره، اطلاع نداره، ما کجا میدونیم دنیاهای دیگر هست؟ برای اینکه فرمولای ریاضی رو حفظ بکنن. ما الان علم جدید یه بحران فوق العاده بزرگی از فلسفی و فکری و خیلی ها هستن که دنبال یه راه دیگری هستن، یه جهانبین دیگری هستن. من این رو سالهاست میگم ما میتونیم اون جهانبینی رو از فلسفه خودمون، از مولا صدرها و امرسیناها و میردامادها در بیاریم. همین مسئله زمان که گفت یک از مطالبی که مطرح شده، فلسفه غرب خیلی گرفتاری داره که زمان چیه. حتی آنری برگسون گفته بود که مهمترین چیز نکته فلسفه و تشخیص دادن فیلسوف اینه که نظر راجع به زمان چیه، در حالی که ما یه بحثایی داریم راجع به زمان که همین میرداماد اینا کردن که بسیار مفید و فایده در حال حاضره، نه فقط از تاریخ فلسفه. ما باید اصولا سعی کنیم که جنبه عقلانی، چون دانشگاه آرامه مرکز هنر ایران اینقدر است، اونا جنبه‌های دیگر میراث ماست یا شعر و ایران است، ولی از جنبه فکری و عقلانی از لحاظ فیزیک، فلسفه، منطق، ریاضیات، سنت خودمون رو بشناسه، ببینیم بر چه پایه‌ای بوده و مبتنی بر اون سعی کنیم که علوم غربی رو فرا گیریم. اگه بتونیم کارو بکنیم که بزرگترین خدمت‌ها رو نه فقط به ایران، به تمام دنیا اسلامی کردیم، چون مسئله فقط برای ما نیست. البته الان هستن گروه‌های در هند هم هستن، بین هم مسلمانان هند و هم هندوها که دنبال همین کارن. بعضیشون شاگردان پیشین من، استادان معروف هستن اونجا و ما احتیاج داریم که این کار رو بکنیم و این یک نوع قدرت فوق‌العاده فکری میخواد و همچنین شجاعت میخواد که یک کسی مثل گالیله داشت وقتی اومد و زد زیر تمام فیزیکی که بعد 2000 سال متداول بود. هر اشتباهات کرد گالیله. من زیاد اراده دو ندارم ولی چون آدم خود بزرگبینی بود، ولی این اراده رو داشت و این اعتماد و نفس رو داشت. ما هم باید همه کار رو انشالله انجام بدیم و یه جهانبینی به وجود بیاریم که هم اصالت ایرانی اسلامی داشته باشه، ریشه‌اش تمدن خودمون باشه، تفکر خودمون باشه، هم بتونه راجع به قوانین ترمودینامیک یا کوانتوم مکانیکس صحبت کنه و یا قدم بعدی برداره. و اینا ما بیایم دو تا جایزه نوبل هم ببریم در فیزیک، یه قدم در راه علوم غربی برداشتیم، کار دیگری نکردیم. بله ایرانیا که تفکر کنم مثل که دانشمند مصری جایزه نوبل رو در شیمی برد. خب این برای تمدن مصر چه اثری داشت؟ به جز اینکه البته افتخار داد یه مدتی. ما چیز عمیق‌تر از این لازم داریم و انشالله خواهد شد. من 50 سال وقتم با 60 سال در جوان بودم، در دوات شده اما که هاروارد بودم دوباره این کار بودم، تمام عمرم صرف این کار کردم و ناامید از جهت به هیچ وجه نیستم. خب یکی سوال دیگه هر کسی داره بکنه دیگه، بس تمام کنیم. بسیار عالی، خیلی ممنون دکتر. میخواین یک سوال دیگه هم جواب بدین یا وقت نداریم؟ یه دونم جواب باش. آقای سادات منصوری رو هم من صداشون رو باز میکنم برای پاسخ دادن. سلام عرض میکنم خدمت سرور عزیزم و استاد بزرگوار جناب آقای دکتر نصر عزیز. بنده اسمم سادات منصوریه، هم با فلسفه اسلامی و با فقه اسلامی الحمدلله آشنا، نزدیک 20-30 سال، و هم با فلسفه غرب و فلسفه تحلیلی و فلسفه ذهن و مشغول تدریس و نوشتن اینا هستم. سوال بنده اینه، به خاطر اینکه زیغ وقته خیلی سریع بگم، نئو داروینیسم از چیزهایی است که به شدت ذهن افراد رو حتی در ایران و کسانی که به هر حال با اینجور چیزا گاهی سر و کار پیدا میکنن و حتی سر و کار پیدا نمیکنن به شدت مشغول کرده و اینها رو با مسئله خدا و اینها بیگانه کرده. جناب عالی چه توصیه‌ای تو این زمینه میفرمایید برای ماهایی که تو دانشگاه تدریس میکنیم و بسیار هم با این مسئله مواجهیم؟ خیلی متشکرم. خیلی سوال پرسیدین. من الان بیشتر 50 سال دارم تدریس میکنم. 20 سال استاد دانشگاه تهران بود، الان 35 سال در کورسان هستم، قبلش مستر هاروارد بود. من خیلی موضوع رو در طی بیش از نیم قرن و دانشجویان چه ایرانی چه اروپایی چه امریکایی چه عرب و اینا مطرح کردم، بحث کردم. اصولا داروینیسم یک دید علمی نیست، یه ایدئولوژیه. ایدئولوژیه که مثل خیمه ای که یک تیر خیلی قدیم وسطش رو گرفته قرار دادید، تمام خیمه دورگین رو تیره رو بشین کنار، تمام خیمه میزه پایین. داروینیسم هم در واقع اون سهم رو برای تجدد داره. این است که شما میتونید به دانشگاه امریکا یه نظر کاملا جدید راجع به کوانتوم مکانیکس بدین، فیزیکدان ها گوش میدن یا درست یا غلط، برای بیان انتقال کنید از داروینیسم بیرونتون میکند دپارتمان ایدئولوژی. و این کار اتفاق افتاده، الان رفته دادگاه در امریکا. یک کسی از اونها رو پروفسور بیهی BEHی استاد دانشگاه لیهای که کتاب نوشته به نام مدرسه داروین، خودشم بیولوژیست خیلی معروفیه، که این حرف بی خودیه. هر جا ما برمیگردیم اصولا انواع یکی بوده، اصلا تطور در انواع دیده نمیشه. همه دلایل زمین شناسی و زیست شناسی رو آورده و میخواستن بیرونش کنن، ولی رئیس دانشگاه جلوش رو گرفت و هنوز اونجا استادون چند نفر دیگه هست که بیرون کرده است. ولی الان به وجود این در امریکا، چون بهی نوشته که کوچکترین ذره حیات بسیار پیچیده است و اینکه داروین گفته که حیات از سادگی به پیچیدگی تطور پیدا میکنه کاملا غلطه. اصولا با پیچیدگی حیرت آور که کار میکنه موفقه، انسان روبروست در ساده ترین یافته هایی که در طبیعت هست. و به همین جا اینا پیش آوردن نظریه بهش میگن اینتلیجنت دیزاین، که یک نوع در واقع ساختار معقول در جهان هست. این باعث ناراحتی خیلی زیاد در اونایی شده که منکر خداوند هست، میگن نه این بازگشت به دین است و اینا، ما میخوایم اینا رو جدا کنیم و خیلی گرفتاری ایجاد کرده. ولی ایرانی‌ها باید بدونن که الان در خود غرب بحث‌های بسیار بزرگی در این زمینه میشه. و اخیراً که دوستان من وولفگانگ اسمیت، ریاضیدان و فیزیکدان معروف که کتاب‌های مختلف نوشته، یک کتابی در آورده به نام ورتیکال کوزالیتی، انشاءالله به زودی به فارسی در بیاد. این کتاب نشون میده که هر تحولی در طبیعت مبتنی نه فقط به علل مادی است، بلکه یه علت العلل داره. به قول فلاسفه علت الهی است و بعد بکنیم علت قایی است، ولی وراحت و علت قایی علت و للنه و چارلتی که رسول نام میبرد. و اینی که در شما که سوال رو فرمودید، بدونید که در فکر کردن راجع به این سوال تنها نیستید. خیلی افراد بسیار برجسته در امریکا و اروپا هستند، حتی بین زیست شناسان، که اصولا فهمیدن که داروینیسم یه نوع قلاده است که جلوی علم زیست شناسی رو گرفته و یه نوع ایدئولوژیه. و من در انگلستان داروین یه روز قهرمانه، حتی شمال استرالیا که انگلیس طرفند یه شهر درسته برامه داروین. یعنی که بحث فرق میکنه با اروپا، آلمان و فرانسه و ایتالیا و اینا. الان خیلی خیلی انتقادات شدید به تطور از لحاظ علمی میشه. من یه چند سال پیش پیشنهاد کردم به دوستان ایرانی، حالا دوباره بهتون میگم، این کتابی هست ایتالیایی به نام دوپو داروین. دوپو به ایتالیا یعنی بعد از، D-O-P-O، داروین هم که داروین، بعد از داروین، به قلم دانشمند یعنی بیولوژیست زیستشناس خیلی معروف ایتالیایی یوسف سورناتی، S-E-R-M-O-N-T-I، یوسف سورناتی، دوپو داروین، کجا فقط از دید زیستشناسی بدون توجه به فلسفه، دین، عرفان، اینو اصلا نشون میده که اصلا به کلی این تئوری تطور اِوولوسیون این اصلا بی‌معنیه، هیچ ارتباطی با علم جدی نداره. من تو کتابخونه دانشگاه که برفتمه شاید 50 کتاب دارم که دانشمندان مختلف، بیولوژای، فیزیکدان، شیمیست، نه فقط دانشمندان ادیان، نوشتن در رد علمی بر داروینیسم. منطقه گفتم داروینیسم مثل کمونیسم در دوره استالین، تمام دولت شوروی مبتنی بر اون ایدئولوژی شده در قرن. و ما که در ایران هستیم، من بعد در ایران باید خیلی کم مردم را جمع صحبت می‌کنم، بعد زیادتر شده که دو نفر ایرانی پیدا شدن که من دعوتش کردم دانشگاه تهران صحبت کردم داروینیسم و بساط اینا داشت بحث شده. حالا خیلی بیشتر شده، خیلی بیشتر شده. خیلی خیلی مهمه که شما جوانان ایرانی که به این رشته علاقه‌مند هستید آشنا باشیم با این بحثایی که شده از وقتی داگلاس دور، D-E-W-A-R، که استاد پالانتوجه دانشگاه هاروارد بود، این کتاب نوشت به نام The Transformist Illusion، وهم تطور، که فقط از دید پالانتولوژی، دیرینشناسی، سنگشناسی، زمینشناسی اینها نشون داد که اصولا اصلا تطور وجود نداره. مثلا در آغاز دوره کامبریان، مثلا میگم 500 میلیون سال پیش، خود میلیون چه معنی داره بس فلسفه دیگه است، یه دفعه تمام کره زمین مقدار زیادی فرم‌های جدید حیات پدید میاد بدون تطور. اون لایه زیرش پرکامبریان اصلا ایران نیست. حتی بعضی از بیولوژیست‌های حالا میگن نه، ما اعتقاد داریم به این که تطور تدریجی نیست، بلکه مثل انفجار می‌مونه، چند دفعه یه دفعه حیات انفجار میده. از این حرفا میذارن که پر کنن این مشکلات رو با یک نوع بیانی، ولی به هر حال خیلی خیلی مهمه که ایرانی‌ها فکر نکنن که تطور مثل این که تیاره‌های که بمب اتمی داره مال امریکا رو هوا میپرن، چون اینا مقتدرن اینا، پس ما باید قبول کنیم که امریکایی‌ها واسه نهار چه میخورن. این اینجوری نباید فکر کنن، اصلا باید با دید علمی، حتی اگر گرایش دارم اینکه غربی‌ها چی میگن، به خود غربی‌ها خیلی‌ها به زبان فرانسه و ایتالیا و آلمانی خیلی کتاب‌ها حتی به زبان انگلیسی که راجع به موضوع نوشته شده و هر روز هم نوشته میشه و نقدهایی که نوشته شده. و اگر یک کسی به در ایران بگه نه اینا به خدا، اونا باید جوابش بده. ما معتقدیم که خداوند همه چیز رو خلق کرد، خداوند خالق همه چیز، همه چیز به خداوند برمیگرده. هر شیئی در این دنیا رب النوع شده ره از لحاظ فلسفه اسلامی، مثالش شده ره، مثال افلاطونی شده ره. و اگر کسی با غیر از این ثابت کنه بفرمایید، این گویا مدان با حرف که نمیشه ثابت کرد. شما ثابت کنید که یک حیوانی، هر حیوانی به تدریج تطور پیدا کرده، پله پلاش همه رو نشون بدید. مثلا در فسیل‌های دوستنگ اینا خیلی خوب، ولی نیست همین چیزی، بقیه همش خلاهایش که پر میکنن. این عکس‌ها که نشون میدن یه میمونی داره راه میره و یه ذره بلندتر میشه، بلندتر میشه، تبدیل میشه به رستم تو سیستان. اینا همش تخیلیه، اینا همش داستانه، اینا اصلا واقعیت نداره، اصلا واقعیت نداره. این شباهت‌ها برای خیلی شبیه به همه. برای شوخی میگم سر کلاس یه شاهده گفتش که ما همه به انگلیسی میگن ascended، برخواستیم از میمون. و ما اصرار نکن، انسان ها دو جورن، اونایی که از میمون برخواستن، اونایی که از آسمان نزول کردن. ما جزو گروه دوم، شما جزو گروه اول باشه. اگه فهم کنین از خاکستر و خاک بلند شدین خیلی شما بگردن باشه البته، ولی اصولا این مسئله خیلی مهمیه و با وجود نفوذ فرهنگ انگلیسی در هند که باعث شد که در هند هم آیین هندو هم اسلام بیشتر از همه جاهای دنیا راجع تطور از دید شرقی ها نوشته بشه. بعد چینی ها و ایرانی ها آمدن تو کار، خیلی خیلی بیشتر. همونجا هم الان کتاب های خیلی خیلی مهمی در نقد به خودشون و خود اون هندی هایی که پیرو دیده تطور بودن داره نوشته میشه. الان این نسبت خیلی زنده است. آدم برای اینکه بخواد جدی بنویسه راجع بخونه، اولا باید این آثاری که هست بخونه. ژان استاد که مثلا بزرگترین بیولوگ فرانسه بود و گفت هیچ چیزی غیر ممکن‌تر از تطور نیست، ولی چون من به خدا اعتقاد ندارم و راه دیگری ندارم برای بیان انواع، من قبول می‌کنم. انقدر صداقت داشت این حرف بزنیم. از اون گرفته تا افرادی که از دل تطور نوشتن خیلی کتاب زیاده، خیلی خیلی زیاده. و این زمینه است که خیلی مهمه. اقلا یه گروه از ایرانی‌ها آشنایی دارن با علوم غربی و زبان‌های غربی و علاقه‌مند هستن به مطالب، و یه مقدار آشنایی دارن با فلسفه خودمون. مثلا حرکت جوهریه مال صدرا تمام اون چیزی که داروین میگه تطور بیان میکنه از راه دیگری که اصلا منکر در واقع ذوات اشیا نمیشه. اینا رو انشالله شماها آغاز خواهید کرد خیلی بهتر از بنده و نسل من که دیگه کار خوب رو کردیم. برای همه رو به امان خدا میسپارم. انشالله سلامت معید باشید و یه روز اتوبوس من واسه جلوی دانشگاه آریامهر سابق من بیام چوب و همه ترا شخصی دارید ببینند اگر از اون تارا رو. امان خدا، خدا نگهداری. التماس صدا خدا.